صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف تاکید کرد که بیش از 4.5 میلیون کودک یمنی از تحصیل بازماندند. این سازمان گزارش داد که با بازسازی و ساخت کلاس‌های درس، ارائه کمک‌های آموزشی به میلیون‌ها نفر در تلاش برای بازگرداندن کودکان یاد شده به مدارس است. سازمان ملل معتقد است که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌هاست. بر اساس آمار ارائه شده 2916 مدرسه حداقل یک مدرسه از هر چهار مدرسه در نتیجه سالها درگیری که یمن شاهد آن بوده ویران شده و تا حدی آسیب دیده که اکنون برای مقاصد غیر آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است ساختار آموزشی یمن همچنین با موانع فراتری نیز روبروست چرا که بیش از دو سوم معلمان تقریبا دو هزار معلم زن و مرد از سال 2016 به طور نامنظم حقوق خود را دریافت نکردند و یا در جستجوی سایر فعالیت‌های های تدریس را متوقف کردند. به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا مدارس یمن در بیشتر روزهای سال‌های تحصیلی بین سالهای 2019 تا 2021 مجبور به بستن دربهای خود به روی دانش آموزان شدند که همین مسئله منجر به اختلال در روند آموزشی حدود 5 میلیون و 800 هزار دانش آموز از جمله 22 میلیون دانش آموز دختر شد.